بها در ریشه های عمیق فرهنگی تمدن ایران جا داره و البته با فرهنگ و ادب و هنر ایران هم در هم آمیخته. هنر بخشی از فرهنگ نوروزی مردم ایرانه، به ویژه موسیقی و آواز. البته در شرایطی که مردم ایران تمام قد برای کسب آزادی به پا خواستن، هنر هم با مقاومت ایران گره خورده و هنرمندانی که خودشون رو وقف مبارزه مردم ایران برای آزادی کردن در میان مردم ایران جایگاه خاصی دارن و خیلی خوشحالم که اعلام کنم در این بخش از ویژه برنامه‌مون خانم گیسو شاکری، هنرمند مقاومت ایران، مهمان برنامه هستن. سلام میکنیم به شما، نوروز رو به شما تبریک میگیم خانم شاکری و خیلی خوشحالیم که شما رو توی این قسمت از برنامه همراه خودمون داریم. من هم خدمت شما خانم شاکری سلام عرض میکنم و خوشحالم که به ما پیوستید در اولین روز فروردین 1402. این رو به فال نیک میگیریم. چه سعادتی برای من که در اولین روز با شما هستم. سلام میکنم به شما و بهاران واقعا خجسته باشه برای شما عزیزانی که واقعا در طول این یک سال گذشته مثل همه سالها اینقدر زحمت کشیدین و همیشه در خدمت مردم بودین و رسانتون واقعا یک رسانه واقعی با خبرهای بسیار خوب و در راه مبارزات مردم بوده. خانم شاکری اول بذاریم به شما تشکر کنم بابت بروکسل. همه اینجا داشتن تماشا میکردن و شما رو فکر کنم در بروکسل عکس‌های بیشتری رو پاره کردین. خلاصه اینجا خیلی خوشحال بودن و همه تشویق کردن. شاکری پرشور و فعال حضور داشتن و حضور دارن. بله. دیدیم به تو خواست در سال گذشته در همه صحنه‌های قیام. حالا اولین سوالی که از شما خواستیم بپرسیم خانم شاکری یه سوالی که پاسخ دادن بهش خودش هنر میخواد. ولی شک ندارم که شما پسش برمیان. اونم این که این سالی که گذشت رو شما چطور می‌بینید و در نوروز 1402 که الان هستیم اگه بخواید خیلی خلاصه جمع بزنید که چه نکات برجسته‌ای تو سال 1401 داشته برای ما و مقاومت ایران، از نظر شما این نکات چی هستند؟ سال گذشته خب اگه که ما نخواهیم دیگه بریم توی باز کردن مسئله سرکوب و زندان و شکنجه و اعدامی که خب این 14 بوده، مهمترین مسئله‌ای که در سال گذشته اتفاق افتاد یک حضور زنان، پیشتاز زنان در مبارزات بود و دو یعنی وجود کانونهای شورشی و عملیات اختناق شکنشون بود. یعنی خیلی اتفاقا هست، خیلی مسائل هست که میتونیم بهش بپردازیم، اما این دو نکته شاخصی بود که در داخل ایران واقعا حضور زنان، پیشتازی زنان و بعد حرکت‌های اختناق شکن کانون‌های شورشی و حضور مداوم مردم خصوصا بعد از شهریور ماه تا کنون. اینقدر اتفاقات افتاده که یعنی سرعت اتفاقات اینقدر زیاده که من واقعا یادم میره. مسئله دادگاه نوری بود، مسئله دادگاه اسداللهی بود، اینا همه اتفاقاتی بود که در سال گذشته افتاد و تمام اینها باعث شد که واقعا این حرکت و این شعارها به سمت رادیکالیسم و سرنگونی طلبی پیش بره، شعاری که خصوصا این چند ماهه اخیر با زن زندگی آزادی شروع شد به سرعت قبل از اینکه بره تو دست ارتجاع و استعمار باهاش بخوان بازی بکنن و مقاومت مردم رو بیارن باهاش، با این به سرعت رفت به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای. چون بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و بدون مرگ بر خامنه‌ای، شعار مرگ بر خامنه‌ای، حقوق هیچ انسانی در ایران به دست نخواهد آمد، زندگی سیاه و تاریک برای همه خواهد بود. این یکی از موردهای خیلی مهمی بود که به نظرم خیلی چیزا هست، میگم انقدر اتفاق افتاده که دیگه من نمیدونم چیاشو بگم. بله گفتم که سوال خیلی سختی، بخواین همه سوال رو تو یک دقیقه دو دقیقه جمع بزنید. خانم شاکری شما اشاره کردید به اون حوادث، میخواستم در رابطه با مقاومت بپرسم که مقاومت ایران از فراز و نشیب‌های بسیاری گذشته و شما خودتون در بسیاری از این فراز و نشیب‌ها همراه بودید. مقاومت ایران رو در سالی که گذشت چطوری ارزیابی میکنید و در این رابطه چه حرفی دارید؟ ببینید مقاومت ایران خودش نشون داده بعد از هر نشیبی که تمام یعنی حکومت جمهوری اسلامی، همکاری غرب و ارتجاع و استعمار،
سعی کردن که در اون نشیب به جایی ببرن که دیگه نتونه این مقاومت بلند شه، چنان سرفرازانه بلند شده و چنان مقاومت کرده و چنان با ایستادگی بلند شده که نه تنها از اون نشیب اومده بیرون، به یک فراز مضاعفی دست پیدا کرده. بنابراین هیچ باکی نیست، این مقاومت با این رهبری، با این هوارا، با این ارتش آزادی بخش، با این کانونهای شورشی و با این اهداف انسان دوستانه و آزادی خواهانه ای که داره و با این ایستادگی، بدون با دادن این همه بها و بدون چشم داشت فقط برای آزادی و رهایی مردم ایران و دموکراسی دن به دموکراسی، همش فرازه. درود به این همه مقاومت و ایستادگی. نشیبا رو اصلا انقدر شما چیز شدین، چی میگن، میگن اکسپرت شدین، متخصص شدین در نشیب، همش هر شدی رو به خیر تبدیل میکنین. بنابراین نگیم نشیب و فراز، بگیم شر و خیر، که همه رو به خیر تبدیل میکنین. باید بگیم فرازهای پی در پی، از فرازی به فراز دیگه، فرازی بلندتر از قبلی. خانم شکری، فراز آخر دماونده. بله بله، انشالله به اون نقطه هم برسیم، به قله پیروزی. به عنوان یکی از هنرمندان مقاومت ایران میخواستم بپرسم که در شروع سال جدید شما چه صحبتی یا چه پیامی دارید برای سال جدید برای همه هموطنانمون؟ ببینید، امسال یه سال به خصوصیه. همه ما سوگواریم، سوگوار عزیزانمونیم. خانواده هایی هستن که حتی یه حبه قند ندارن توی سفره هاشون برای شیرین کردن نوروزشون. اما همه ما میدونیم که تا این سین سوگواری رو تبدیل به سین سر خم قدغن نکنیم، نمیتونیم سرنگونی به دست سرنگونی دست پیدا بکنیم. و اینو خانواده ها واقعا نشون دادن، با رشادت و سرفرازی ایستادن و گفتن راه فرزندانشون رو ادامه میدن. بنابراین تنها چیزی که میتونم در نوروز بگم و فکر کنم که تنها چیزیه که ما بهش احتیاج داریم، یه دونه سینه بزرگه، سینه سرنگونی، سر خم قدغم تا سرنگونی. این دیگه سینایی بود که تونستم بگم دیگه. سرافرازی و سلامت و سربلندی و سرکشی واقعا دیگه توشه دیگه. و من امیدوار هستم که در امسال واقعا تمام مبارزات ما، تمام مبارزات یعنی حرکت هایی که مقاومت در بین المللی در کشورهای مختلف کرده، بتونیم واقعا سپاه رو در لیست بذاریم، سرنگونی سپاه رو در لیست گذاشتن و در دادگاه نشوندن خامنه ای جلاد و تمام گشتاپوهاش. و این کارو خواهیم کرد، قول میدیم خواهیم کرد. و تا سرنگونی، نوروزتون خجسته. درود بر شما. تشکر میکنیم خانم شاکری، براتون آرزوی موفقیت داریم، سلامتی، موفقیت و پیروزی، به امید دیدارهای بیشتر در مناسبتهای مختلف. سلام ما رو به همه برسونید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با خانم گیسو شاکری از هنرمندان مقاومت ایران و توضیحات ایشان رو شنیدیم. از اتاق فرمان است که اطلاع میدن که یکی از ترانه های خانم شاکری آماده است، با هم بشنویم.
شو توفند منم.